من امیدوارم که وقتی که یک کمچین اخلاقیاتی دارن، اگر یک کمچین گزارشی رو هم میبینن که مردم معمولی، مردم ساده دارن حرف دلشون رو میزنن، حداقل منطق خندم میگیره بگم، ولی امیدوارم که یک منطقی داشته باشن که به حرفشون گوش کنن، یک حرکتی بکنن با حرف دل مردم. من فکرشون آرام شوه. بسیاری کسا هست یک جای باغ و باغچه‌ای ندارن، دلشون دق میاره. یک برشون یک مغزشون رفرش میشه. جانم قربانتون وقتتون خوش. سلام 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 عشقا، خوش اومدید به این ویدیو. پریسا هستم در چنل پریفان. امیدوارم در هر جایی که هستید حال دلتون عالی عالی باشه. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید. قرار بریم یک ویدیویی رو ببینیم با هم از غرقه کابل. امیدوارم که تا آخر ویدیو با من باشید و لذت ببرید، هرچند که یک کم ویدیو غم‌انگیز هست، چون که تفریحگاه بند غرقه، غرقه کابل، قبل از خشکسالی و بعد از خشکسالی رو قراره بریم ببینیم و هر جایی که بی‌آبی باشه و خشکسالی باشه قطعاً غمگین ترین منظره است، مثل سیوسپل ایران و خیلی از جاهای ایران که زیبایی خیلی زیادی داشته و الانی که خشکسالی هست متاسفانه چهره زیبای همیشگیش رو نداره. متاسفانه آب که دیگه خودمون میدونیم مایه حیات و هر جا که باشه یک قشنگی به طبیعت میده. بریم با هم یک گزارش ویژه رو ببینیم که لینک اصلی این ویدیو در دیسکریپشن هست که میتونید چنلشون رو حمایت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک این ویدیو رو هم بزنید. با معطلی میریم و شروع میکنیم. حاضرید؟ بزنید بریم. لینک. وای وای بچه ها، انقدر آب توی این قسمت بند غرقه نیست، کم شده و خیلی از قسمت‌های اطرافش خشکه که ماشین داره اونجا بر خودش میچرخه. یعنی از اونایی که قلب آدم به درد میاد. دوستا، قسم که شما هم خبر دارین، آمدین، حتما دیدن کردین در سابق از بند غرقه، آب تا اون قسمت ها مکمل تا آخر آب بود که فعلا نمونجان یک بار تصویر بگی از این که چقدر آب بند غرقه میتونم بگویم خشک شده دیگه. این طرف بسیار کم مونده، یک جای کم از بسیار آب کم مونده. او آب که سابق بود که تا اون قسمت ها مکمل تا آخر بود فعلا نیست. والو میشه که شما هم ببینید دیگه، حتی گوسفندا یک چراگاه و جور شده، گوسفندا روان است. 7 سال است که شما دیگه اینجا هستین. بله بله. چه تغییراتی میبینین در قرقه؟ در قدم اول ما همین تغییرات رو میبینیم. آب بسیار کم شده. دلیلش هم اینمی است که در اول سر بند قرقه بسیار بی‌توجهی کردن. آبش که میومد از طرف پغمان میومد یا و حتما اون طرف دور دادن داخل بند قرقه یا و نمیمانند که بیان. یعنی درصد کمیش خب به خاطر بارندگی کم و اینکه شاید توی فصل زمستان، پاییز و زمستان انقدر بارون نیومده که بخواد زمین ها آبیاری بشن، دریاچه ها و رودخونه ها و دریا به هر حال آب داشته باشه، ولی خب خیلی درصد زیادیش تقصیر خود انسان هاست که کلن دارن گند میزنن به سیاره زمین و چه جنگلش، چه کوه، چه نمیدونم هر چیزی که انسان اونجا قدم گذاشته دارن خرابکاری میکنن. این هم از جایگاهی که تفریحی بوده، جایی که تفریحی بوده و مردم به هر حال تفریحاتشون رو در کنار یک نمیدونم دریاچه میگذروندند که الان انقدر بیابیه که زیبایی خودش رو هم متاسفانه از دست داده. دویم دگه ای که بند قرقه و بخی کس نمی آیا و
خواهش ما از چیز می است از امر بالمعروف فامیلا را اجازه بدن که اینجا بین قرقب جایی است که مردم به تفریح می از ذهنش فکرش آرام می شه. من فکر کنم خواهش ما دهی کار میکنین می برای نگان دار چکر. ای اصلا این گادی که است چکرکی است برای چکر از بایگام محفل آریسی ها بایگام. چرا بدبخت و این شکلی منگول پنگوله ای کردی؟ گناه داره. کلپای خواندن از نمای خونی دیگه. این چیز هست میمان داریم برادر ما در گادی ششتا میمان هسته. میمان آمده این را میبره میمان ما را چکر تبدیل هوا که کابل زیبا را بلد چه. از کجا آمدن؟ یا از خارج آمدن. با کجا میشه برما بگوین که چطور از جمع جوش مردم فعلا؟ جمع جوش مردم سابق زیاد بود، حالا فعلا که روزه که همی بند کم شده دیگه مردم که جمع جوش نمی، یک روز جمعه یک نفر اگر دل شد میای اگر نشد نمی، او رو بدون فامیل نمی بانه که بیاید. باز ای روزه جمعه باید فامیلی ها بیاید؟ روزه جمعه رو نه فامیلی ها رو نمی بانه. خب تنها می مردم می آید. شما گفتنی تان پیام تان ویدیو ویدیوهای جدیدی هست و دیگه الان میدونیم که در شرایط فعلی کشور افغانستان هست که برای یک مکان تفریحی روز مشخص کردن. مگه حمام عمومی زنون مردونش کردید آخه؟ پناه بر خدا خشکسالی کم بود، اینم اضافه شد. این چیز برای کسایی که مسئول است. خود اگر گفتنی ما همی است که به میبند قرقه یک جای تفریحی است، باید دهیجا فکر خود از یاد بگیرن، جور کنن اینجا توجه مصرف کنن، توجه داشته باشن. میاین از جای مختلف میاین به خاطر دیدن قرقه و به خاطر تفریح و قرصایبا هم اومدن. دیگه شما همراه دوستایتون اومدید. او دم مرگرید. از این موضوع هم خبر دارین که آب دریای قرقه خشک شده؟ او بس خسته زیاده. جای مقبول است، ولی این جره که شما میبینین این دریا او وقت بسیار آب زیاد داشت، این رقم نبود، یعنی حالا آبش بسیار کم شده. اگه شما در او وقتا می آمدین اینجا بسیار بیروبار می بود، تعداد مردم بسیار کم است. او بس پو یخنی رزه که بم خلکن مخی چی یا زل مخی رقم بیخی بیر خرکو و کشتای با بچکن و مرکی برد. هموطنهای عزیز هر کجایی که هستین، جور صحت و سلامت باشین. باز هم من نیلوفر رحمانی از چینل یوتیوب کابل شو در خدمت شما هموطنهای عزیز هستم. نیلوفر جان، امروز آمدیم به بند قرقه، جایی که تفریحگاه خاص برای کابل نشینان هست که هموطنهای ما از جای مختلف کابل میاین برای تفریح با فامیلشان با دوستایشان به بند قرقه. ولی متاسفانه امسال بند قرقه آبش خشک شده. ای که دلیل خشک شدن آب قرقه چی است؟ ایره میریم از کسایی که اینجا مسئول هستن و هم از هموطنهای ما میپرسیم که دلیل چی است که امسال آب دریای قرقه به شدت خشک شده ایزا؟ و شما فعلا تصاویر از تفاوتهای امسال و سالهای قبل را از بند قرقه بیننده باشین و ما را هم امروی کنید. اینجور جاهای تفریحی که به هر حال قایقی داره، میتونید توی آب برید، نه حالا نمیدونم شنا کردن توش مجاز هست، اجازه دارن یا نه، خطر داره یا نداره، ولی خب دیدم یه شهر بازی هم کنار بند قرقه هست که به هر حال کاملا یک جای تفریحی هست که خانواده واقعا میتونن در یک روز تعطیل حسابی کیف کنن در کنار هم، که متاسفانه هم خود بند قرقه شرایطش بده، هم این قانونی که گذاشتند. یعنی چجور دلتون میاد آقایون مثلا بدون خانواده و بچه هاتون بیاید یه همچین مکانی که تفریحیه؟ یعنی تفریح یک روز تعطیلیه که باید با خانواده بیاید، میدونید؟ من نمیفهممش، یکم برام سخت فهمیدنش. درخت.
یعنی سد، درسته؟ مثلا سده، یعنی سده فکر کنم، دریاچه نیست. خب از او در جایی هستیم که از این قسمت مکمل بند قرغه معلوم میشه و او طرف هم که میبینین شما رو منجان میشه که تصویر بگیره. اونجا همو تفریگاهی هست که هموطنهای ما میاین به خاطر تفریم و جای تفریحیش هست دقیقا که رستورانت ها هست و بعض وسایل بازی هم گفتم میتونیم که از دو قسمت و این طرف هم اینه دیگه فامیلا میاین و دوستا قسم که شما هم خبر دارین آمدین حتما دیدن کردین در سابق از بند قرغه آب تا اون قسمت ها مکمل تا آخر آب بود که فعلا نمانجان یک بار تصویر بیه از این که چقدر آب بند قرغه میتونم بگویم خشک شده دیگه. این طرف بسیار کم مانده، یک جای کم از بسیار آب کم مانده. او آب که سابق بود که تا اون قسمت ها مکمل تا آخر بود فعلا نیست. والا میشه که شما هم ببینید دیگه حتی گوسفندا یک چراگاه واری جور شده، گوسفندا روان است، موترها هم هست که او وقت اینجا مکمل آب بود ولی فعلا متاسفانه شدیدن آب بند قرغه خشک شده. متاسفانه یکی دلیلش چی است؟ چرا آب بند قرغه خشک شده؟ میریم از هموطنهای ما کسایی که اینجا هستن و یا مسئولین از اونا میپرسیم دلیلش را ازا و جمع جوش مردم هم بسیار کم است، تعداد بسیار کم مردم آمدن تا فعلا به اینجا و بپرسیم که روزای دیگه هم روزای رخصتی هم قسم می باشه یا خیر. شما فعلا تصاویر رو بیننده باشین از بند قرغه و ما رو هم روی کنین. اخ 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 چه جای قشنگیه ولی حیف. خیلی بود از خود سلامت باشین. میشه خودتون یک معرفی کنین؟ دوستمون چرا داره میخنده؟ من زکر نارم مدیر از های کنر نرغلی دو در قرغه ده. شما از کنر آمدین؟ از کنر آمدین. به قرغه آمدین ای اولین بار است که آمدین یا نی؟ بودم اولانه از ده اولین بار است که آمدن. درباره قرغه اتمن شما شنیدین براتون گفتن که دیگه قرغه چه قسم یک جای است؟ او مرگر رو قبل خسته زیاده بس استرال میگه چی در قرغه و اینو چند زیاده میاین از جای مختلف میاین بخاطر دیدن قرغه و بخاطر تفریح و قارسایبا هم اومدن دیگه. شما همراه دوستایتون اومدین؟ اومدم مرگری از این موضوع هم خبر دارین که آب دریای قرغه خشک شده؟ او بس خسته زیاده خب جای چرا پشت ولی این جره که شما میبینین این دریا او وقت بسیار آب زیاد داشت، این رقم نبود، یعنی حالا آبش بسیار کم شده. اگه شما در او وقتا می آمدین اینجا بسیار بیروبار می بود، حالا تعداد مردم بسیار کم است. او بس خود یخنی دازه که بم خلکن مخی چی یازل مخی رقل بی بیخی بیر خرکو کشتای با بچکرم هم که وانه حالا بسیار تعداد مردم کم است اینجا. بس خلکن دی بس یخاو داده خاطر بنا لازم. بخیر باشین قارسایب، سلامت باشین. کنم پیام است؟ نه زنده باشین. زنده باشین، تشکر. خیلی ممنون. خب بعضی هستن که یعنی بار اولشان می باشن که آمدن مثلا به بند قرغه و می بینن ولی اونایی که در سابق آمده بودن بند قرغه از دیدن کرده بودن، اگه حالا بیاین کاملا چهره قرغه تغییر کرده. متاسفانه او وقت قسم باشم یک جمع جوش خاص داشت اینجا، فامیلا بودن، هموطنای ما با دوستایشون می آمدن اینجا بخاطر تفریح ولی فعلا یک آرامی و سکون است، هیچ سر و صدا نیست. بسیار تعداد اندک از مردم مثلا کسایی که بار اولشان است اونا آمدن که اینجا تفریح کنن برای قرغه، ولی کسایی که در سابق هم آمده بودن حال دیگه که قرغه رو ببینن اصلا نمیشناسن متاسفانه. خب از ما میریم به پیشتر و شما هم ما رو همراه باشید. چشم. خب هموطنهای عزیز در کنار ما یکی از دکاندارای هستن که این بند قرغه اینجا دکانشان است، همراهشان صحبت میکنیم. خوب هستین؟ سلامت هستین؟ سلامت باشی. سلام علیکم. اول یک سلام خاص بر خود شما و بیننده های شما. میشه نامتان رو بگویم؟ عامر نوابی هستم، یکی از دکانداران بند قرغه. چقدر وقت میشه اینجا دکان دارید؟ به مدت 7 سال میشه که اینجا ما دکانداری میکنیم. 7 سال است که شما دیگه اینجا هستین؟ بله بله. چی تغییرات میبینین در قرغه؟ در قدم اول ما همی تغییرات هم میبینیم. آب بسیار کم شده، دلیلش هم اینمی است که در اول سر بند قرغه بسیار بی‌توجهی کردن. آبش که می اومد از طرف
پغمان می آمد یا و حتما او طرف دور دادن داخل بند قرقال یا و نمی مانند که بیان. اولش خوی اینمی مشکل اونده است و دویم دگه ای که بند قرقه و بخی کس نمی آیا و خواهش ما از چیز می است از امر بالمعروف فامیلا را اجازه بتن که اینجا بیان قرقه جایی است که مردم به تفریح می آید ذهنش فکرش آرام می شه اگر رستوران ها و چیزا خود از شارم بسیار زیاد است اما اینجا یک جایی بود جای تفریحگاه باید اینجا جور شود بمیرم این که روزای آلخم روز بین هفته است روزای جمعه همه قسم می باشه آرامی می باشه بله فعلا دگه همه تو یک قصه است که آرامی از بخواد دلیلش اینمی از دلیل اوندهش که فامیلا را اجازه نمیتن اگر فامیلا را اجازه بتن جمع جوش می باشه و فعلا هم جمع جوش بسیار کم است بسیار آرامی سابق دیگه آفرین به شجاعت نیلوفر که به هر حال یک همچین برنامه رو داره اجرا میکنه و گزارش تهیه میکنه خیلی شجاعت میخواد دمت گرم واقعا اگر این ویدیو رو دیدی عجیبه خیلی برام سنگینه یک همچین قانونی یعنی فکر میکنم بعد از ویدیو من باید خیلی بشینم فکر کنم که یک دلیل کوچیکی رو پیدا کنم و در ادامه که چقدرم این آقا حرف دل مردمی رو زد که بی‌طرف هستن در کشور افغانستان و دارن زندگی میکنن با هر قانونی که به هر حال که هر ثانیه یک قانون جدیدی میارن که در منطق هیچ کس نیست در منطق یک آدم کم عقلم قفله و اینکه به هر حال میخواید بیاید تفریح زن و بچه نیارید به خودتون یه رقم نبود سابق اینجا بسیار یک بیروبار داشت و قسم شما بودین فامیلا اینجا زیادتر می آمدن چون یک تفریگاهی است که بیشتر راستی هم این فامیلا می آین روزای جمعه ولی فعلا متاسفانه اجازه نیست دیگه که بر از اونا و آب در امی قرقه از کدام زمان کم شده رفته تا حاله؟ از زمانی که امی امارات اسلامی آمد یک پیش از اون آب کم بود اما ولی که از وقتی که اومدن توجه زیاد به بند قرقه نمیکنن بند قرقه اینی باعث شده که بند قرقه وقتی یک شخصیتی در رأس یک کشور قرار میگیره و به هر حال نیروهای شبیه خودش رو دستیارش میکنه باید کشورداری رو بلد باشن کشورداری به این نیست که نمیدونم یک امنیتی رو بخواید برقرار کنید یا هر روز یک قانون جدیدی رو بیارید عین کسانی که مثلا عقده مدیر شدن دارن بعد به یک جایی میرسن زیر دستی هاشون رو خیلی اذیت میکنن چون ندیده بودن میدونید کشورداری کار آسونی نیست کشورداری اینه که از مردم محافظت بشه و در آسایش زندگی کنن در ارزونی اجناس بتونن زندگی کنن خاک اون کشور رو منابعش رو باید رو به پیشرفت نگه دارن تا بخواد یعنی یک قانونی میذارن بعد دستیاراشون رو میفرستن کف خیابون که ببینیم رو بنده زدن یا نه ببینیم که در مکتب دختر هست یا نه میدونید یه ورو میگیرن خشکسالی شده تفریگاه ها اینجوری چهار تا دار و درخت هست خشک اصلا خیلی عجیبه کسی که توانایی یک کار برای پیشرفت یک کشور رو نداره خیلی قشنگه که قدم نذاره جایی که جاش نیست متاسفانه جز هرس خوردن گفتم اول ویدیو غمگینه ولی خب میبینیم دیگه از که فامیلا رو نمیمونن دمت گرم لالا جان خودشان میخوان که بند قرقه سقوط کنه اگه به این لحاظ سقوط کنه اگه آب باشه فامیلا میایه مردم میایه کلگی میایه اینی می تاثیر اوندهش اینمی است که خودشان نمیخواهش همیشه تشکر از شما قربانتان لطف مهربانی کردین وقتتون خوش یک پیام از امارات اسلامی پیام ما اینمی است توجهشان به بند قرقه بسیار زیاد باشه مردم فامیل خودم میاره اولاد خودم میاره برای تفریح به خاطر از اینکه ذهنشون من امیدوارم که وقتی که یک کمچین اخلاقیاتی دارن اگر یک کمچین گزارشی رو هم میبینن که مردم معمولی مردم ساده دارن حرف دلشون رو میزنن حداقل منطق خندم میگیره بگم ولی امیدوارم که یک منطقی داشته باشن که به حرفشون گوش کنن یک حرکتی بکنن با
حرف دل مردم. من فکرشون آرام شوه. بسیاری کسا هست یک جای باغ و باخشی ندارن. دلشون دق میاره. همین یک برشون یک مغزشون رفرش میشه. جانم. قربان تان وقتان خوش. شکر زنده باشین. زنده باشین. گفتن اینجا میاین هموطنهای ما بخاطر کسی فکرشون دگه شاید. چون هم اگه ما به تفریح نیاز داریم و اینجا این برادرهای ما هستن حتما اینا بر تفریح آمدن. خوب هستین ساعتون خوب هست؟ بستین بخیر جانتون. شکر باش ما این طرف استاد چه میدتون؟ نامتان؟ نام احمد. احمد جان آمدین به قرقه به تفریح؟ بله آکدیم دوستا آمدیم به می قرقه دیگه چکر آمدیم. چکر آمدین خب. بند قرقه متاسفانه آبش کم شده. بله آدیگه آبش کم شده خب کم میشه دیگه گاه زیاد میشه. یه گاه کم گاه زیاد نمیشه متاسفانه حال کم شده. سابق که بودی بسیار خوب آب داشت شما خامده بودین اتمن. خب بسیار دیر آمده بودیم دیگه حال که آمدیم از وقت که بسیار آبش کم شده. تغییرات زیاد آمده دیگه. و این تو که میبینی جمع جوشون بسیار کم است. جمع جوش بسیار کم است. چرا هرچی نیزم خواهد دلیل چی است؟ والا دیگه چی بگویم ما خود تقریبا یک سال میشه نامدیم خود تغییرات بسیار زیاد آمده. تغییرات زیاد آمده بلیه. چی یعنی؟ شما گفتنیتان پیامتان چیز برای کسایی که مسئول است؟ خود گفتنی ما همی است که به میبند قرقه یک جای تفریحی است. باید دیجا فکر خود زیاد بگیرن جور کنن اینجا توجه داشته باشن. توجه داشته باشن. شما سلامت باشید. بخیر تشکر لطف کردین. چقدر دوستش دارم نیلوفر با وقتی جای تفریح ما نام میبریم دقیقاً که خب بعضی هستن مثلا برای دوستایشان میرن به تفریح ولی تعداد زیاد هست که با فامیلشان میخواین برن به تفریح. اولادایشان را برن مثلا خانمشان را خواهرشان را در کل تمام فامیل برن به تفریح چون که همگی ما به تفریح نیاز داریم 100 درصد خصوصا در این شرایط فعلی. ولی متاسفانه تفریحگاه خصوصا در روی خانم‌ها بسته شده و بند قرقه هم اجازه نیست که فامیلا بیاین فقط میتونن که یعنی واقعا دمت گرم نیلوفر. خیلی شجاعی خیلی خوبی خیلی هم خیلی جدی هستی هم انقدر یعنی نمیدونم چه واکنشی امکان داره که داشته باشن چون اونجا زندگی نمی کنم و شاید تا الان کسی توی زندگی من به پست من نخورده که ذره ای از کوچکترین شخصیت این اشخاص داشته باشه. دمت گرم و امیدوارم که همیشه سلامت باشی و تو راه تو کار تو تو راهی که قدم گذاشتی موفق باشی. دمت گرم واقعا. از که فامیلا بیاین فقط میتونن که امی آقایان اینجا بیاین با تاسف اجازه نیست برای خانما و شاید هم یک دلیل عمده و خاصش که قدر آرامی است جمع جوش کم است اینمی موضوع باشه که فامیلا اجازه نداره. عزیزا ما هم میریم به پایان و از اونجا هم دیدن میکنیم. عزیزا شما ما را همراه باشین. اینم از اتفاقاتی که در بند قرقه افتاده بود و تفریگاهی که دیگه نمیشه بهش بگید تفریگاه باید بگید حمام آقایان حمام عمومی فقط سانس آقایان. ای بابا آدم چی میتونه بگه همیشه اینجور ویدیوها فقط اعصاب خردی داره و آرزو کنیم که هرچه سریعتر اتفاقات خوب برای خانومهای کشور افغانستان دختران کشور افغانستان و همه مردم کشور افغانستان پیش بیاد. اتفاقات خوب و نمیدونم دیگه چی بگم بچه ها اعصابم خرد شد. امیدوارم که دیگه از مجسمه بودای بامیان تا به هر حال بند قرقه و جاهای دیگه هم قطعا این چنین اتفاقاتی هست چون یک کار مهمتری دارند با قانونهاشون که مشغول رسیدگی به اون کارها هستن. خب متاسفانه نمیتونن خیلی مراقب خاک کشور افغانستان باشن. تموم میکنیم برنامه رو. مرسی از شما که تا اینجا با من همراه بودید. عاشق تک تکتونم. همه با هم دعا کنیم بچه‌ها یادتون نره. عاشق تک تکتونم. تا ویدیوی بعد. بای بای.